بستر اقتصادی جنگ غزه در رقابت غرب و شرق. با درود گرم بر بینندگان گرامی تلویزیون برابری، یک سال از جنگ غزه میگذرد. آنچه که در طی یک سال بیش از هر چیز دیگری خود را به وضوح نشان داده، بی تفاوتی کشورهای عربی است. تداوم این جنگ در واقع بستری شده است برای این اصل که چرا کشورهای عرب همچنان بی تفاوت است. جهان دوپاره شده. البته اندوباره که جمهوری اسلامی در کنار نیروهای مترقی جهان باشه، در حالی که ماهیت جمهوری اسلامی و همه بنیادگرایان مذهبی با ماهیت ارتجاع صهیونیستی و دولت اسرائیل هیچ تفاوت ماهوی ندارد. از زمانی که به طور روشن کشورهای مترقی جهان یکی پس از دیگری با اسرائیل قطع رابطه نمودند و اسرائیل را برای برقراری صلح و خروج نیروهایش از غزه زیر فشار گذاشتند، تا به امروز کشورهای عربی به استثنای یک الجزایر که بیش از چند هزار کیلومتر از جبهه دوره، واکنشی بروز ندادند. این یک پرسشی است. در جستجوی این قضیه بایستی به طرح آیمک اشاره کرد. ایندیا میتل ایست یوروپ کوریدور. نخستین واکنش خامنه ای این بود که اعلام کرد تهاجم نیروهای طرفدار حماس یا نیروهای سازمان یافته حماس به اسرائیل طرح دشمن را با شکست روبرو کرد. در آخرین سخنرانی خود در خطبای نماز جمعه هفته گذشته یک بار دیگر به شکست این طرح اشاره کرد. براستی این طرح چیست؟ بایستی قدمی به گذشته برداشت. دلیل وجودی پشتیبانی کشورهای اروپایی و امپریالیسم آمریکا از تشکیل کشوری به نام اسرائیل و مهاجرت یهودیان در سر تا سر جهان به خاورمیانه و تشکیل کشوری تحت رهبری یهودیان اشکنازی، یعنی یهودیان اروپایی، ریشه در همین مسئله نفت داره. در جنگ بین ایران و عراق تا سال 80 که جنگ ایران و عراق شروع شد، نفت عراق از طریق دو خط لوله که یکی مستقیم از عراق
وارد سوریه میشد و از سوریه کنار دریای مدیترانه و دومی از سوریه وارد لبنان و از لبنان به کنار مدیترانه انتقال میافت. جمهوری اسلامی حاضر شد سالانه کمک بسیار ارزندهی به سوریه انجام بده تا سوریه خط لوله نفت عراق به مدیترانه را قطع کنه. امروزم این بساط به یک شکل دیگری جاری است. وقتی که جنگ سوریه آغاز شد، کشورهای عربی و به طور خاص قطر و عربستان و اردن پشت جریان‌های ارتجاعی متحد آمریکا و بریتانیا بودن تا علیه دولت بشار اسد بجنگن. سوریه شد بستر رقابت روس و ایران از یک طرف، اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای عربی از طرف دیگر. جنگی که هنوز پایان نیافته و بین 5 تا 8 میلیون سوری همچنان در کشورهای لبنان و ترکیه و سایر نقاط جهان آواره هستند، راه برگشتی ندارند و جامعه در یک بنبسته. این بار در غزه جنگی که یک سال پیش آغاز شده و تا به امروز 42,000 تلفات انسانی به بار آورده، اسرائیل بر یک نقطه پافشاری میکنه در مخالفت با برقراری آتش‌بس، خواهان حفظ موقعیت خود در نوار غزه شد. اگر مسئله غزه برای کشورهای عرب تفاوتی نداشت، تداوم تجاوز اسرائیل به لبنان به عنوان یک کشور عضو اتحادیه عرب نمیتونست با بی‌تفاوتی رهبران عرب مواجه باشه، اما مواجه است و به استثنای جمهوری اسلامی هیچ کدام از کشورهای عرب به طور جدی نسبت به این مسئله واکنشی نشان ندادند، اگرچه واکنش جمهوری اسلامی هم از موزه ضعف و شکست نه از موزه پیروزی و دست بالا را داشتند. در طی به طور مشخص 5 سال گذشته چینی ها با یک تر وارد اقتصاد جهان شدند. احیای جاده ابریشم یا توسعه جاده ابریشم با این طرح کشور چین که با اعلام یک پشتوانه 500 میلیاردی شروع شده، چندین کشور مورد توجه قرار گرفته و در هر کدام از این کشورها چین با یک سرمایه گذاری کلان بیاری دولت‌ها شکافته
تا بازار اقتصادی خود را گسترش بده و کشورهای امپریالیستی و به طور مشخص اتحادیه اروپا در برابر طرح چین ناتوانه. به همین دلیل است که پا به پای آمریکا متوسل به بستن عوارض سنگین گمرکی شدن. تولید خودرو چین نسبت به آلمان به نسبت 1/3 هست و با وجود بستن گمرک سنگین باز هم خودروهای در واقع برقی چین نسبت به خودروهای آلمان بسیار ارزان‌تر تمام میشه. از یک طرف میبینیم که اقتصاد کشورهای اروپایی در اقتصاد چین تنیده شده، به طور مشخص خودروسازی آلمان با چین در هم آمیخته و سه شرکت معتبر خودروسازی آلمان یعنی فولکسواگن، BMW و مرسدس بنز تولید انبوهی در داخل چین دارن و از اون طریق به بازار اروپا و سایر جهان راه یافتند. اما اون چی که امروز مطرح شده و خامنه ای با خوشحالی از شکست آن صحبت کرد، با شکست روبرو نشده. تر همچنان بر روی میزه. به موجب این طرح رقابتی در برابر چین، هند مطرح است، کشوری با 1,400,000 جمعیت که جمعیت اون از چین جوانتر و نسبت به چین رو به فزونی داره، زیرا در چین کنترل موالید وجود داره، در هند هنوز وجود نداره و کشور هند سخت تحت تاثیر جریان‌های مذهبی است که با کنترل موالید مخالفت دارند. در نتیجه هندی‌ها با توجه به انبوه نیروی کاری که هنوز 110 میلیون نفر از اونها در کار کارخونه اشتغال داره نسبت به چین که 400 میلیون داره، این رقیب بزرگ است. تر آیمک بر این محور هست که کالای چینی از طریق شبه جزیره عربستان یعنی از طریق عمان در ساحل خلیج فارس به اسرائیل انتقال پیدا کنه و از بندر اسرائیل به اروپا برسه. به موازات آن کالای اروپایی به بنادر اسرائیل منتقل بشه و از اسرائیل از طریق یک خط سیر مشخص راه‌آهن زمینی به کنار اقیانوس هند و از اونجا به هند وارد بشه. جمهوری اسلامی تلاش نموده تنگه هرمز را در کنترل خود داشته باشه. پیمان ابراهیم که اسرائیل ازش دم میزد پشتش این قضیه خوابیده و مناسبات گرم اسرائیل با این کشورهای عربی میتونه مکمل طرح
اروپا برای پیوند با هند باشه. خامنه ای از 10 سال پیش سریع و روشن، از همون زمانی که شیخ حسن رئیس جمهور شد، گفت من به شرقی ها بیشتر اعتماد دارم و به همین دلیلم وارد پیمان شانگهای شد. ترکیه با تزلزل هایی که نشان داده، پس از یورش اسرائیل به غزه و بمباران جنوب لبنان تا بیروت، واکنششون داد و اعلام کرد در برابر یک طرح تقسیم جدید، طرحی که در 1918 بین 1916 بین وزیر امور خارجه فرانسه و انگلیس بین سر پرسی سایت داده شد و سرنوشت مستعمرات ترکیه در خاورمیانه را رقم زد، این بار تن نخواهد داد. به چه چیز تن نخواهد داد؟ قطعا نمیتونه این کشورها را تجدید سازمان کنه. تر این است که در طرح اقتصادی جایی داشته باشه. تا کنون در طرح چین ترکیه جای چندانی نداره، در این طرح جدیدم جایی نداره و به همین ترتیب دعوای اردوغان بیگمان مسئله اقتصادی است که آیا در این طرح جایی داره یا نه. به نظر میرسه جایی برای ترکیه در نظر گرفته نشده، برای یونان در نظر گرفته شده. خط لوله نفت و گاز میتونه از اسرائیل به کنار یونان در مدیترانه انتقال پیدا کنه. کشور مصرم برای انتقال گاز شبه جزیره سینا به وجود اسرائیل نیاز داره و بهترین بازار گاز مصر انتقال یک خط لوله به کنار مدیترانه از طریق اسرائیل. اینجاست که میبینیم این باریکه غزه، این 80 کیلومتری که در کنار مدیترانه همچنان در دست عرب فلسطینی و به طور مشخص حماس مونده، خاری است در چشم اسرائیل و جهان امپریالیستی. البته بدون این قسمت هم اسرائیل میتونه از طریق بندرهاش و بنای بنادر جدید در کنار مدیترانه این نقش اقتصادی را بازی کنه. اما وقتی که به سکوت کشورهای عربی نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی نسبت به طرح‌های چین خوشبینه. یک طرح این است که مستقیم از بندر گوادر در مرز پاکستان به دریای مازندران یا دریای خزر و از اونجا تا فنلاند گسترش پیدا کنه. این طرح به سود جمهوری اسلامی است. طرح دیگر، ورود به افغانستان از طریق ایران، طرحی است که
در رقابت شرق و غرب پیوند اقتصادی جمهوری اسلامی را با روسیه و چین تحکیم می‌بخشد. و اون نقطه متقابل کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در سکوت یک سالشون نسبت به این جنگ، این بستر اقتصادی از هر چیزی نمایان تر است. در جنگ شش روزه در سال 1967 ملک فیصل پادشاه وقت عربستان اعلام تحریم نفتی نمود و اعلام نمود اگر تجاوز اسرائیل به کشورهای عربی پایان نیابه نفت را بر روی جهان خواهد بست. و در نتیجه طی شش روز جنگ به پایان رسید و اسرائیل پیشروی بیشتری در خاک مصر و سوریه انجام نداد. در 1973 هم که جنگ اعراب و اسرائیل را این بار دو کشور سوریه و مصر آغاز نمودند، باز هم عربستان سعودی به عنوان پیشاهنگ کشورهای حوزه خلیج فارس و صاحب یا در واقع دارنده دست بالای اوپک یعنی اوپک عربی، کشورهای اروپایی را تحریم نمود. شش ماه تمام از صدور نفت به ترمینال نفتی کشور هلند خودداری ورزید و اروپا را با بزرگترین بحران نفتی در طول در واقع 70 ساله بهره‌برداری از نفت مواجه ساخت. اما این بار هیچ واکنشی انجام ندادن. امروز هم پس از یک سال در حالی که روزانه هواپیماهای اسرائیل در آسمان خاورمیانه یک تازه می کنن، کودکان و زنان عرب رو ترور می کنن، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مثل دیگران خاموشند. این خاموشی برای همین قضیه است کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که سرانجام یک روزی نفت به پایان میرسه، نفت و گاز ابدی نیست و میبایستی جایگاهی در جهان داشته باشن. سرمایه‌داران یهود و به طور مشخص اسرائیلی هایی که هر کدام چند شناسنامه در جیب دارن، اگر از کشور مادری اومدند هویت اون کشور را حفظ کردند، هویت کشور سوم و چهارمی را هم دارند و سرمایه‌داران یهود در امر بازرگانی، در امر بانکداری و در تجارت میشه گفت در جهان دست بالا را دارن. امروز هم 80% درآمد اقتصادی اسرائیل از بخش خدمات، تجارت و بازرگانی و بانکداری است. 18% از صنعت و 2% از بخش کشاورزی است. پیوند کشورهای عربی با اسرائیل میتونه آینده شیخ نشین ها را در دوران پس از نفت به شکلی تضمین کنه. این رقابت با ایران گسترده تر است. ایران در پیوند با سوریه راه ورود نفت خاورمیانه به خلیج در واقع که تنها بسترش خلیج فارسه
و میتونه در روز مبادا با بستن تنگه هرمز یا ایجاد خلل در دریای عمان مشکل ایجاد کنه، با گذر اون از طریق خاک اسرائیل یک تضمین است، تضمین صدور نفت، ایجاد یک راه خشکی دریایی از در واقع جنوب خلیج فارس و تضمین پیوند اقتصادی شبه جزیره عربستان با اقتصاد جهان از طریق پیوند هند و اروپا. به این ترتیب می‌بینیم وقتی که میگن هر جنگی بستر اقتصادی داره، وقتی که میگوییم اسرائیل در واقع شاهکار استعمار در خاورمیانه بود برای تسلط بر نفت، امروز میبینیم به یک شکل دیگر در آیمک نمایان میشه و ادعای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی مبنی بر شکست این تر بیگمان هنوز زوده. تنها یک مسئله میتونه این را با شکست روبرو کنه و اون پیوند اقتصادی هند است با چین، که دو کشور دست از رقابت بردارن و در بلوک شرق منتهی بشن. وقتی که در طی این یک سال هند هنوز این جنگ غزه و لبنان را محکوم نکرده، ایده ای می گفتن چون قراره بین نخست وزیر اسرائیل و نخست وزیر هند گفتگو شده برای انتقال 15 تا 20 هزار کارگر هندی به اسرائیل، به این دلیل نخست وزیر هند، وزیر خارجه هند و کلن کشور هند در این جنگ هنوز اسرائیل را محکوم نکردن. اما اون نیست، برای کشور هند اشتغال 15-20 هزار نفر در برابر 100 میلیون بیکار نقشی نداره. نقش همین آیمکه که جایگاهی به هند میده مشابه چین، و به این ترتیب ممکن است هند در این طرح پایبندی نشون بده و در واقع جنگ غزه نمایان‌تر از جنگ‌های گذشته مارک اقتصادی و رقابت شرق و غرب را برای همیشه در قلب خود حفظ کنه، مارکی که به خون ده ها هزار نفر، به آوارگی میلیونی و بزرگترین فاجعه انسانی در خاورمیانه عربی مبدل شده. با درود تا گفتار آتی.